شوهر من قاتل نیست مامان. قاتلو بردار از اینجا برو، دیگه هم بر نگرد. من دیگه دختری به نام ریحان ندارم. ماما. زهرا خانم، این کارا نکن مامان، بابام به گوش میاد، همه چیا به همون میگه، واقعیت معلوم میشه، اون موقع میبینی که میران قاتل نیست. میران قاتله. حالا که به خاطر عشقی که تو قلبت دست یه قاتل رو گرفتی، اون دستو از بابا دور نگه دار. اجازه نمیدم به خاطر عشق تو این یارو به خانوادم آسیب بزنه. من خانوادت نیست؟ تو انتخابتو کردی، از خانوادت دست کشیدی. من هیچکی رو انتخاب نکردم، از هیچکی دست نکشیدم، نه از تو، نه از بابام، نه از میران. من فقط باور کردم. از بلایی که سر بچت اومده میدونی چقدر سخته یه بیگناه تاوان پس بده. چجوری همون بلا رو سر یکی دیگه بیارم آخه؟ وقتی میدونم میران بیگناهه، چجوری اونو مقصر بدونم؟ این انتخاب بین بابام و مردی که عاشقشم نیست. تو برای بار دوم یه دروغو باور کردی. میدونی که نمیشه، اما قلبت رضایت نمیده. دردناکه یه مادر نتونه اینو به بچهش بفهمونه. از اعتماد نداشتن یه مادر به بچهش دردناکتره. اگه تو جای بابام رو تخت بیمارستان بودی، بابام از چشمام میفهمید، باورم میکرد. یه چیزی ازت میخوام، الان چیز دیگه این نگو، بیشتر از این عذابم نده. صبر کن بابام بیدار بشه، اون موقع میبینی که میران بیگناه. میران بیگناه نیست. اگه بیگناه باشه، من حرفامو پس میگیرم و معذرت میخوام. ولی اگه نباشه، تا ازش جدا نشی نمیذارم نزدیک این خانواده بشی ریحان. حالا من از اینجا برو. این کارو نکن. مامان تو رو خدا این از من نخوا، نمیتونم برم، اون بابامه. بابام بود، منو تنها میذاشت. باید بری. حالا که دست اون بیشرف رو گرفتی، باید باهاش بری. تو یه شادغلو نیستی. تو نمیتونی دخالت کنی. اونی که تو اتاق خوابیده بابای منه. من بچه یه اونم، هیچ جاییم نمیرم. من حرفامو زدم ریحان، دهن منو بیشتر از این باز نکن و برو. مامانی کارو نکن. اجازه نمیدم با کسی که دوست داره بابات بمیره اینجا بمونی. Thank you.
ریحان. آزاد. 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 آزاد نرو. ریحان. ریحان. ببین مامانت ناراحته، میترسه، به خاطر بابات، به خاطر بچه هاشو، بچه ای که تو شکمشه. الان که بیشتر از همیشه بهت نیاز داره چرا اصرار میکنی؟ چون میران بیگناهه. وقتی میدونم چقدر از باوره، من اصلا نمیتونم این کارو بکنم. حتی اگه خانوادم هم ازم بخون نمیتونم داداش. حالا میخوای چی کار کنی؟ همینجوری میذاری میری؟ منتظر میمونم، از دور منتظر میمونم. نمیخوام بیشتر از این ناراحتی پیش بیاد. آزاد از بابام بهم خبر. نگران نباش، من بهت خبر میدم. ریحان، یادته که به هم گفتی برای مهمه که تو منو باور کنی؟ آره؟ برای منم مهم بود که تو حرف منو باور کنی. تو منو باور کردی. ولی ناراحتیت عذابم میده. بیا بریم جایی که کسی نبینتمونو بشینیم تا بابات به هوش بیاد و واقعیت مشخص شه. بریم میران. مطمئنی ریحان؟ نمیخوای اینجا بمونی؟ بابام اینجاست، تو ذهنمه، تو قلبمه. دلم نمیخواد وقتی به هوش اومد ناراحت بشه. برای همین بریم. باشه. همینجا بود زندانش. بابا مگه پیش تو نبود؟ من ندیدمش. چند لحظه پیش اینجا بود. گل زندانش. زندانش سب کن. آروم باش. بچه هست دیگه، کجا میتونه بره؟ حتما رفته تو حیات. من میرم پیداش میکنم و میارم. داداش منم میام. گفتم آبجیش نمیاد، از حال رفت. حالا که دید مامانش آبجیش رو زده، خدا میدونه تو چه حالیه. وای دید رای آنو زدم. وای چی کار کردم؟ داشتم ریحانو دعوا میکردم، گلو فراموش کردم. باش. دخترم آروم باش. زنم منتظر بمونید. خب منتظر باشین. یه بچه از اینجا رد نشده؟ ندیدم. کجایی گل؟ کجایی گل؟ داداش ببخشید، یه بچه یه موتلایی ندیدی؟ نه نه ندیدیش؟ نه. ای بابا ببخشید، یه دختر بچه 5 ساله موتلایی ندیدید که ژاکت سفید تنش باشه؟ نه ندیدم. ندیدی؟ هیچکی ندیدتش؟ یه دختر بچه ندیدم. نه ندیدمش. نه هیچکی ندیدتش. یه دختر بچه 5 ساله موتلایی ندیدی؟ یه ژاکت سفید تنشه؟ نه نه هیچکی ندیدتش. وای یه دختر 5 ساله که موهای طلایی و چشمای آبی داره ندیدی؟ ندیدم. ندیدی؟ وای خدایا کجاست؟ گل؟ وای خدا گل؟ خانم دکتر، خانم دکتر، یه دختر بچه یه کوچیک 5 ساله با موهای بافته شده یه طلایی رو ندیدی؟ یه ژاکت سفید تنش بود؟ ندیدم.
وای خدایا ملکه. آبجی ملکه، گل نیست، گل گم شده. چند دقیقه پیش اینجا بود، بعد یهو گم شد. گل رو پیدا نمی کنم ملکه. گل 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 ملکه جان، گل اونجاست. گل گل مامان جون، مامان جون، دخترم عزیز دلم، مامان عزیزم. وای وای خدای شکره، خیلی ترسیدم دخترم. ببین دیگه هیچ وقت بدون اینکه به کسی چیزی بگی هیچ جا نمیری، فهمیدی؟ خیلی ترسیدم دخترم، خیلی. تو منو ترسوندی، سر آبجیم داد زدی، بهش دیلی زدی. تو آبجیمو دوست نداری، منم دوست نداری. اگه دوستمون داشتی ناراحتمون نمیکردی. عزیزم این چه حرفیه؟ نه دخترم، این چه حرفیه؟ من تو خواهرتو خیلی دوست دارم. دوتاییتون عزیزای دل من هستید. آبجی تو رو گم کرده بود، ترسیدم، واسه همین دعواش کردم. دیگه تموم شد. دروغ میگی، تو دوستش نداری. هیچی کسی که دوست داره رو نمیزنه، باش دعوا نمی کنه. ولی تو خواهرمو زدی. تصبانی بشی منم میزنی؟ مامان شد من دیگه ازت میترسم دخترم. اونا هاش اونجاست، اونجان بابا. گل گلم، همو جون داشتی قربونت برم. نمیتونی چقدر ما رو تحصیلی از دم. تو چجوری بدون این که به کسی بگی میزنی؟ تو چرا چرا کجا بودی؟ چرا این کارو کردی؟ میدونم بابا مریضه، دیگه سرم داد نزد. صدای شما رو بهش دقیقه ناراحت میشه، بیدار نمیشه، با همون نمیاد. خیلی داد میزنی. باش عزیزم بیا بریم. تو هم برو، دیگه قاجون من نیستی. بابا جون کسی که ازت محافظت کنه، نداره کسی داد بزنه، ولی تو از همه بیشتر داد میزنی. داداش آزاد گلم، بچه ها نمیتونن برن تو. خواهش میکنم داداش آزاد، خواهش میکنم به بابام بگو بیدارش نره بهش، برگرده خونم. وقتی اون نیزم ایچی به هم ریختت بهش بگو ناراحتم و خیلی گریه میکنم. بگو منو تنها نذاره، باشه برگرده خونم. باشه کنم، بهش میگم. ولی اون حتما صداتو شنیده، گفته گل دخترم ناراحت نباشه. ببین اگه گریه کنی میشنوه و ناراحت میشه. گریه نکن باشه گل. مامان جون ملکه، منو میبری خونه؟ باشه گل. دخترم، مامان جون، بادشاست فراموش میکنه. گل خانم خیلی کوچیکه، درک نمیکنه چی شده. تو در مورد ریحان کاریو که باید کردی. خزر به خاطر دختری که از خون خودش نیست رو تقدیم میبارستانه، ولی ریحان نمک نشناسی میکنه. راست میگی ناسو خان، ریحان نوه واقعی تو نیست، دختر منه. برای همین اصلا دخالت نکن. از این به بعد منم که تصمیم میگیرم.